سلام، امروز جلسه اول درس فرآیندهای تصادفی رو رسما داریم. من یک معرفی کوتاهی از کتاب میکنم، بعد توضیحاتی کلی بر موضوع فرآیندهای تصادفی خواهیم گفت و نهایتا وارد درس میشیم. کتاب که میبینید کتاب درسی ما هست، Essentials of Stochastic Process. در بین کتاب های موجود من در واقع با اینکه کتاب های خوب دیگری هم وجود دارم، ولی این کتاب به این دلیل انتخاب کردم که به نظرم هم مختصر و مفید هست و هم در واقع مثال های زیادی داره و در نتیجه هم به قسمت تئوری به اندازه کافی و با دقت کافی پرداخته و هم مثال های کاربردی هم توش وجود داره. و در مورد خود فرآیندهای تصادفی هم یه مقدار توضیح بدیم که ما یک در واقع دید اولیه داشته باشید شما وقتی که وارد این موضوع میشیم. به طور کلی وقتی صحبت از فرآیندهای تصادفی میشه، اون پدیده های و یا سیستم های مد نظر ما و مورد مطالعه ما خواهند بود که پارامتر زمان توشون وجود داره و در عین حال این پدیده ها در معرض عدم قطعیت و uncertainty هم هستند. بنابراین وقتی صحبت از فرآیند تصادفی میکنیم، ما وضعیت یک سیستم رو یا مثلا موقعیت یک متحرک رو یا هر چیزی رو که در طول زمان در حال تغییر هست، هدف اون این هست که مطالعه بکنیم. پس توی همه فرآیندهای تصادفی ما باید یک پارامتر زمان داشته باشیم. این پارامتر زمان در واقع جنسش میتونه گسسته یا پیوسته باشه که این در واقع دو شاخه مختلف از فرآیند تصادفی میشه که البته هم شباهت‌های زیادی دارن و هم بعضی جاها با هم تفاوت‌های زیادی دارن و تئوری‌های متفاوتی در واقع در اونها توسعه پیدا کرده. بنابراین ما دو نوع فرآیند تصادفی به طور کلی داریم: فرآیندهای زمان گسسته، فرآیندهای زمان پیوسته. تو فرآیندهای زمان گسسته، اون پارامتر زمان اون سیستم مورد مطالعه یک عدد صحیح هست، مثلا 0 1 2 3 الی آخر. توی مدل‌های زمان پیوسته در واقع این پارامتر یک عدد حقیقی هست، یعنی در بازه مثلا 0 تا یه زمان نهایی تی یا 0 و بی نهایت نامحدود در واقع تعریف شده. و ما توی این هر دو نوع مدل در واقع وضعیت اون سیستم مورد مطالعه، مکان اون متحرک مورد مطالعه، اینها رو مثلا با یک نمادی مثل x اندیس تی یا x توی پرانتز تی، هر دو اینها مرسوم هست، نشون خواهیم داد که خود این x تی برای هر تی یک متغیر تصادفی هست، یعنی اینکه مقدار اون به صورت قطعی قابل پیش بینی نیست. یکم هم صحبت کنیم راجع به اینکه خب وقتی با فرآیند تصادفی مواجه هستیم، اولا مثال های کاربردی از فرآیند تصادفی چی هست، یعنی حوزه هایی که فرآیند تصادفی رو میشه در اونها به کاربرد چی هست، و بعد اینکه چه سوالاتی رو در مواجهه با فرآیند تصادفی میشه پرسید. ما یک سری مثال هایی رو در طول درس خواهیم دید، همونطوری گفتم کتاب مثال زیاد داره، برخی از اونها در واقع صرفاً یک مثال تئوری هستند ولی خیلی از اونها مثال های عملی و واقعی هستند. چند تا مثال اگر بخوام همین الان نام ببرم، مثلا در واقع مدل های به عنوان مثال صف، یه مثال عمده ای هست که ما تو این درس زیاد باهاشون سر و کار داریم. صف ها
که خیلی سیستم های مورد مطالعه ای هستن توی رشته های مختلف، چون خیلی از پدیده ها رو میشه با یک صف مدل کرد. به عنوان مثال از درخواست هایی که به یک سرور مثلا اینترنتی میرسه شما بگیرین، تا صف های واقعی که تو محیط اطراف ما ایجاد میشه، صف پمپ بنزین، صف بانک، صف نونوایی و همه صف های دیگه، یا مثلا مشتری های یک فروشگاه یا مطب یک پزشک، همه اینها مثال واقعی از صف هستن. و صف مثال خوبی از در واقع یک فرآیند تصادفی که ما اون رو میتونیم بررسی بکنیم. در واقع شما وقتی با یک صف مواجه هستین، از نظر در واقع پارامتر زمان، شما هر دو حالت زمان گسسته و زمان پیوسته رو خواهید داشت، هر دو معنادار هست. و اون چیزی که عدم قطعیت ایجاد میکنه توی مدل های صف این هست که زمان های ورودی مشتریان جدید یا درخواست های جدید یا به طور کلی در واقع افراد جدید توی اون صف شما زمان های تصادفی هست و غیر قابل پیش بینی هست از قبل. و بعد شما سوالاتی که در مورد صف ها میخواید بپرسید این هست که نرخ ورود افراد و نرخ سرویس دهی به این افراد نسبت به هم چه رابطه ای داشته باشه، تا به عنوان مثال صف از کنترل خارج نشه، تعدادش از یک مثلا سقف مشخصی بیشتر نشه، یا مثلا میزان انتظار افراد یا اون درخواست ها برای رسیدگی شدن یک حد مثلا بالای مشخصی داشته باشه، یا مثلا به هر حال هزینه در واقع مدیریت اون سیستم مثلا یک حد بالای مشخصی داشته باشه یا بهینه بشه، مینیموم بشه. این همه سوالایی هست که در واقع مثلا در مواجهه با صفها ما خواهیم پرسید. یه مثال عمده هستن، ولی خب نه، در طول درس خیلی مثال های دیگه هم خواهیم دید که شاید از همین جلسه اول در واقع چند تا مثال دیگر رو هم ما مطرح بکنیم. یک نوع تقسیم بندی دیگه که وقتی با فرآیند تصادفی سر و کار داریم مهم هست این هست که این خود مقدار این ایکس تی توی چه فضایی هست. به عنوان مثال وقتی شما یک صف دارین، ساده ترین سیستم صف مثلا یه صف یکی، یعنی افرادی وارد این در واقع سیستم میشن و اینجا مثلا سرویس میگیرن و خارج میشن. توی همچین سیستمی شما میتونید در واقع اون ایکس تی رو در واقع به عنوان تعداد افراد حاضر در صف یا در سیستم بگیم در زمان تی فرض بکنید. و توی این حالت، توی این نوع مدل ها، خود ایکس تی مقادیرش توی مجموعه اعداد صحیح میفته. مقدار ایکس تی رو به اصطلاح میگن وضعیت یا حالت سیستم، وضعیت یا حالت سیستم، استیت سیستم در واقع. بنابراین فرآیندهای تصادفی رو میشه از نظر جنس اون استیتشون، اون فضای حالتشون هم تقسیم بندی کرد. ما باز بر حسب فضای حالت هم هر دو نوع فضای حالت گسسته و پیوسته رو خواهیم داشت، فضای حالت گسسته و فضای حالت پیوسته. در فضای حالت گسسته در واقع اون ایکس تی شما متعلق به یک مجموعه گسسته مثل عدد صحیح یا هر مجموعه گسسته دیگه ای هست، ولی در حالت فضای حالت پیوسته اون ایکس تی شما که وضعیت سیستم هست متعلق به مجموعه عدد حقیقی یا حتی مثلا آر به توان دی، بستگی به این که اون در واقع سیستم شما وضعیتش با چند تا پارامتر توصیف میشه. و به طور کلی مطالعه فرآیند تصادفی توی فضای حالت پیوسته پیچیده تر هست، ابزارهای آنالیزی جدیدتری
نیاز داره و ما در این درس به اونها نمیپردازیم. درس فرآیند تصادفی که ما داریم عمدتا در خصوص فرآیند تصادفی با فضای حالت گسسته هست. اما از نظر زمان پیوسته و زمان گسسته تقریبا هر دو نوع در واقع هر دو دسته فرآیندها رو ما داریم در درس این ترممون. ابتدا با فرآیندهای زمان گسسته شروع خواهیم کرد که مهمترینشون زنجیرهای مارکوف هستن که مقدار زیادی از در واقع درسمون شاید بتونیم بگیم نیمه اول درسمون راجع به این فرآیندها هست، با اینکه یک رده خاص از فرآیندها هستن ولی اونقدر غنی و کلی هستن که بسیاری از پدیده‌ها رو میشه با اونها مدل کرد. و بعد تقریبا میشه گفت نیمه دوم درس وارد فرآیندهای زمان پیوسته میشیم که در واقع از فرآیند پواسون شروع میکنیم و بعد زنجیرهای مارکوف زمان پیوسته رو خواهیم داشت که بسیار در واقع مربوط هستند و استفاده میکنن از مفهوم فرآیند پواسون. و در تمام درس در واقع برای همه این فرآیندها مثالهای مختلف خواهیم زد و سوالات اساسی که در مورد فرآیند تصادفی وجود داره رو در این حالتها ما سعی میکنیم بهشون پاسخ بدیم. خب این یک معرفی کلی از موضوع در واقع فرآیندهای تصادفی بود و اما چند کلمه هم درباره پیش نیازهای درس بگیم. پیش نیاز مورد نیاز برای این درس، درس احتمال هست، درس احتمال یک، که البته از همه قسمت های احتمال یک هم ما در این درس استفاده نمی کنیم لزومن، ولی به هر حال فرض این هست که شما اون درس رو بلد هستین. در نتیجه اگر که احساس میکنید که فراموش کردین حتما مراجعه کنین یا مروری داشته باشید. البته خوشبختانه کتاب در قسمت زمیمش اون چه که نیاز هست از احتمال مقدماتی رو در این بخش اپندیکس A Review of Probability آورده، چیزی حدود 17 صفحه است و میتونید با مطالعه این یه مروری بکنید مفاهیم احتمال مقدماتی رو. اگه بخوایم لیست کنیم مفاهیمی که ما نیاز خواهیم داشت که راحت تر بتونید اونها رو مرور کنید، خود مفهوم فضای نمونه ای، مفهوم پیش آمدها، مفهوم خود خواص اصلی احتمال، خواص احتمال و مفهوم متغیرهای تصادفی، مفهوم امید ریاضی متغیرهای تصادفی، مفهوم در واقع خواص امید ریاضی و البته واریانس و شاید بتونیم بگیم اصلی ترین چیزایی که ما نیاز داریم از احتمال مقدماتی این مفاهیم هست، در همه حدی که توی اپندیکس کتاب آورده شده. بنابراین فرض میکنیم این رو بلد هستین. اگرچه گاهی ممکنه هر جا داریم یه مفهوم احتمالاتی رو برای اولین بار استفاده میکنیم یک اشاره سریع یا مرور سریع هم برش داشته باشیم. خب این یک معرفی کلی از درس و موضوع. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.